عرض درود و سلام خدمت فرزندان عزیز ایران، امیدوارم که سلامت باشید و به شدت مراقب خودتون باشید و پر انرژی به درس خوندنتون ادامه بدید. عزیزان، یک جلسه دیگر را آغاز می‌کنیم با تدریس فصلی که داریم می‌بینیم، آثاری از گذشته زمین. عزیزان، در فصل زمینشناسی قبلی خاطرتون هست که در مورد تغییراتی که در چرخه های قاره‌ای اتفاق افتاد آشنا شدیم و دیدیم که در واقع اتفاقاتی برای خشکی های زمین افتاده بود و جابجایی هایی انجام شد. حالا میخوایم در مورد گذشته همین خشکی ها و اینکه خیلی از این اطلاعات رو چجوری به دست آوردیم، در مورد اینها میخوایم صحبت کنیم. عزیزان، تصویر عنوانی که داریم میبینیم یه محیط رسوبی است. کاملا داریم میبینین الان این فسیل ها رو، نمونه هایی از فسیل های دو کفه ای ها رو در این تصویر داریم میبینیم. شما از دوره ابتدایی با فسیل آشنا شدید. فسیل یا سنگ واره آثار و بقایای موجودات قدیم رو کلی بهش میگیم فسیل. در این درس میخوایم اطلاعات بیشتری در مورد فسیل ها پیدا کنیم. بچه خدمت شما عرض کنیم که قبل از هر چیز لطفاً این فیلم رو ببینی. ملاحظه بفرمایید بچه ها. موجودی در دریاهای میلیون ها سال پیش داره زندگی میکنه. به هر دلیلی میمیره. قسمت های نرم بدن از بین رفت، اما قسمت های سخت باقی ماند. عزیزان، نکته مهم، رسوب گذاری رو ببینین. رسوبات رو داره مثل یه بارش باران نشون میده. لایه های رسوبات روش و پوشون. این قسمت مهمه. بقیه شو باید خودتون بتونید استنباط کنید. بعد از میلیون ها سال اون دریا اون تغییرات رو کرد و فسیل رخنمون شد، یعنی در سطح زمین پیدا شد. خب عزیزان، این فیلم مختصر و مفید رو دیدید و باید بتونید برداشت ها و ریزکاری های خوبی ازش داشته باشین. عزیزان، همون جور که دیدین رسوبات هستند که روی پیکر جاندار رو میپوشانند، در عموم در اکثر فسیل ها. و اون رسوبات، ذرات سست رسوبات به مرور که به سنگ تبدیل میشن، بقایایی که بینشان مانده به فسیل تبدیل میشن. پس همیشه سنگ های رسوبی هستند که با فسیل همراهند. خیلی مهم. یعنی اگر ما بخوایم دنبال فسیل بگردیم، باید بریم سراغ سنگ‌های رسوبی.
و ویژگی دیگر در سنگ های رسوبی غیر از اینکه فسیل دار هستند اینه که میدونیم لایه لایه اند. رسوبات به صورت لایه لایه و روی هم انباشته میشن. در این قسمت همین نکته رو توضیح داده و اشاره کرده به لایه لایه بودن و همچنین فسیل دار بودن سنگ های رسوبی. بسیار مهمه. از مهمترین ویژگی های سنگ های رسوبی فسیل دار بودن و لایه لایه بودن. البته این به این معنی نیست که شما هر جا سنگ رسوبی، هر نوعی سنگ رسوبی پیدا کردی حتما فسیل داره. فسیل شدن شرایط گوناگونی نیاز داره. یکیش رسوباته، بقیه چیزاش رو جلوتر باهاشون آشنا میشه. اما بچه ها مبحث دیگره و مهم کتابمون اینه که فسیل ها چه کاربرد هایی دارن. کاربرد های فسیل ها بچه ها در لابلای صفحات کتاب پخش شده. به همین خاطر معمولا بچه یکی دو تاشو تو این صفحه یاد میگیرن، بعد سه تاشو تو صفحه دیگه است ممکنه یادشون بره. اینو لطفا جداگانه علامت بزنید توی کتابتون. کاربرد های فسیل ها. اولین کاربرد بچه ها اینه که دانشمندان به کمک همین فسیل ها تاریخچه گذشته زمین رو شبیه سازی میکنن، تفسیر میکنن. فرض کنین ما در کوههای اطراف مثلا همین استان خودمون، حالا هر عزیزی در هر استانی هست، فرض کنید شما توی کوه رفتید و از بین سنگهای رسوبی اون یه فسیل ماهی پیدا کرد، یه فسیل صدف دو کفه ای پیدا کرد. در این صورت چیزی که تو ذهنمون میاد چیه؟ بلافاصله ذهن ما خودش شبیه سازی میکنه. واضحه دیگه. اینجایی که الان کوهه، یک خشکی بزرگ، قطعا یه روزی بستر دریا بوده که در اونجا یه موجود آبزی زندگی میکرد. به این میگیم تفسیر و بازسازی تاریخچه گذشته زمین. دوستان پیشنهاد میکنم خدمت شما زمانی که برای حالا انشالله کرونا که نباشه برای تفریح و گردش به کوه و دشت و صحرا میرین یک قند شکن کوچولویی، تیشه کوچولویی همراهتون باشه و بعد از شناخت بیشتر از سنگهای رسوبی، جایی که سنگهای رسوبی پیدا میکنی، اگر اون شرایط رو که جلوتر خواهیم گفت بعضیاش رو داشت، یه نیم ساعتی حالا فرصت بذارید و لابلای سنگ ها رو با تیشه بگردید تا میتونید فسیل های قشنگی پیدا کنید. عزیزان این مجموعه رو سالها قبل که من حالا جوانتر بودم و زیاد کوه میرفتم از استان خودمون فراهم کردم. نگاه کنید چقدر فسیل های زیبایی توش وجود داره. البته حالا در مورد اینا بعضیاش فسیل نیست، بعضیاش فسیله که عمدن من این رو تهیه کردم که بچه ها در واقع بتونن فسیل رو تشخیص بدن. حالا جلوتر در موردش باز هم صحبت خواهیم کرد. اولین نکته مهم عزیزان، اغلب فسیل ها، نه همشون، اغلب فسیل ها جنسشان از مواد معدنی است، یعنی از سنگه. اینجوری راحت تر بگم براتون، از جنس سنگه. بعضی وقتا بچه های ما میرن مثلا جای یه تیک استخوان قدیمی پیدا میکنه، میره میگه آقا این فسیله. عزیزان فسیل ها، اغلب فسیل ها دارم تاکید میکنم، اغلب فسیل ها در واقع شکل استخوانه، اما جنسش از رسوباتی است که جایگزین شدن. حالا جلوتر میگیم اینا انواع اینا رو توضیح خواهیم داد خدمتتون. یه تیک استخوان فسیل نیست. در شرایط خاصی ممکنه ما فسیل های کامل داشته باشیم، اما بیش از 90% فسیل هایی که پیدا میشن همه
اون جنس مثلا صدف دیگه وجود نداره، صدفه با سنگ جایگزین شده. من برای اینکه بچه ها بتونن اینها رو درست تشخیص بدن یه نمونه مثلا صدف گذاشتم، یه نمونه فسیلش رو گذاشتم. لطفا یک بار دیگر دقت کنن دوستان. الان در این اگر نگاه بفرمایید، این یه صدف دو کفه، یه گوشمایی کنار دریا پیدا میشه. این ور نگاه بفرمایید، چند نمونه از فسیلاشو گذاشتم. ببینید اینا دیگه از جنس سنگه، مثل خود صدفه نیست. نگاه کنید، یا در اینجا یه فسیل مرجان رو ببینید دوستان. ببخشید این خود مرجانه، البته قسمت آهکی باقی ماندهش، و نگاه کنید اینا فسیل مرجانه، کاملا سنگه، از جنس سنگ. یا یه دونه ستاره دریایی رو اینجا داریم، این یه ستاره دریایی خشک شده است، فسیل نیست. اما فسیلش رو اگر بتونین ببینین، وبکم نشون بده، نگاه کنین آثارش رو روی اون سنگ، از جنس سنگه. این باید در واقع بچه ها تفاوتی باشه که شما قائل بشید بین فسیل و سنگ. این رو لطفا خوب دقت بفرمایید. اما برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم که کاربردهای گوناگونی دارند فسیل ها. سوال مهمی که گفتیم پخش توی در واقع کتابتون، این قسمت اولین کاربردشه، اینو میتونید علامت بزنید و شماره یک بذارید. سوالش هم چی بود؟ کاربردهای فسیل. این بمونه تا ادامهشون رو جلوتر پیدا کنیم و دونه دونه خدمتتون عرض کنیم. دوستان بازم یه محیط فسیلی دیگر رو داریم میبینیم، انواع گوناگونی از جانداران رو میبینیم که فسیلشون رو اینجا تشکیل شده بعد از میلیون ها سال. خود را بیازمایید، همون سنگ ها رو گفت بچه ها. نگاه کنید بین الف و ب یکیشون سنگ رسوبی است، کدام؟ درود بر شما، آفرین، تشخیصتون خوب بود. چرا؟ اونها، آفرین، لایه لایه ها رو دارید میبینید. این سنگ ها لایه لایه نیستند، این رسوبی نیست. پس نه، نمیشه بریم دنبال فسیل بگردیم، پیدا نمی کنیم توش. ولی سنگی که رسوبی است، گفتیم یکی از نشانه هاش لایه لایه بودنشه، احتمال وجود فسیل توش هست. اما بچه ها همون جور که در صحبت های قبلی گفتیم، برای آن که فسیل تشکیل بشه باید شرایطی مهیا باشه. یکی از بهترین شرط ها رو همونطور که گفتیم اینه که اون جاندار اجزای سخت داشته باشه. بچه ها اجزای نرم مثل گوشت از بین میره، اجزای سخته که باقی میماند و بعد با مواد معدنی جایگزین می شود و می شود فسیل. اگر این سوال رو بخوایم به طور کامل ببینیم، نگاه کنید، این اولین شرط، میتونین علامت بزنید شماره یک. جاندارانی که دارای قسمت های سخت، قسمت های سخت مثل چی؟ استخوان، دندان، صدف، پوسته آهکی و سیلیسی، نسبت به اونایی که از این قسمت های سخت ندارند خیلی بیشتر به فسیل تبدیل شدن. یعنی بچه شما اگر منطقه‌ای رو بگردید یا زمین شناسی منطقه‌ای رو دنبال فسیل بگرده، اگر هزاران فسیل دارای اندام سخت پیدا کنه، شاید یه دونه فسیل مثلا کرم خاکی پیدا کنه، چون بدنش نرمه، اجزای سخت چندانی نداره. شرط دیگر بچه ها، دور ماندن جسد، این دومین شرط.
جسد جاندار هر چقدر از شرایط فاسد شدن دور بماند احتمال فسیل شدنش بیشتر. شرایط فاسد شدن چیه؟ یعنی اینکه جایی قرار بگیره که دور از اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده دیگر باشد. دور از اونا باشه. معلومه پیکر جاندار اگر جایی باشه که جانداران دیگر ببینن میخورنش، اثری ازش نمیمونه. و چرا فسیل خیلی زیاد پیدا نمی کنیم؟ خیلی زیاد نیست، چون این شرایط وجود نداشته، کمه. وجود همه شرایط لازم، حالا کتاب شما مهماشو فقط نام برده، شرایط فراوان است. مثلا یکی از شرایطی که کتاب نگفته بچه، رسوبات باید دانه ریز باشن. وقتی رسوبات دانه درشت باشند فسیل تشکیل نمیشه. فکر کنید به همین موضوع پرداخته بچه ها. تنوع یعنی گوناگونی و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها. همیشه بچه ها یادتون باشه محیط های آبی بهتر از محیط های خشکی هن. همیشه. چرا؟ چون شرایط فسیل شدن و رسوب گذاری. شما توی مثلا یه دشت یه بیابان چقدر احتمال داره جسد جاندار توسط رسوبات پوشیده بشه؟ خیلی کم. اما در یک محیط آبی قطعا رسوب گذاری بهتری اتفاق خواهد افتاد. عرض کردیم عزیزانم محیط های آبی فوق‌العاده بهتر از محیط های خشکی هستند از نظر شرایط تشکیل فسیل، اما این به این معنی نیست که در خشکی ها فسیل تشکیل نمیشه. اتفاقا در خشکی ها فسیل تشکیل میشه و فسیلاش بسیار از نظر علمی ارزشمند هستند، اما کمتر از محیط های آبی. نمونه هایی از فسیل های خشکی رو دارید در تصویر میبینید. فسیل مرد نمکی از بی‌نظیرترین فسیل هایی که ممکنه در خشکی یافت بشه. معدن نمکی در نزدیکی زنجان، زنجان زیبا، معدن نمکی است که هزاران سال بشر داره ازش برداشت میکنه و در کندوکاوهای اونجا که برای استخراج نمک انجام میشد تا حالا 5 پیکر از انسانهای گذشته که در داخل اون معدن مدفون شدند، دیواره معدن روشون ریخته و زیر خروارها نمک مدفون شدند. نمک میدانیم جلوی رشد باکتری ها رو میگیره، جلوی فساد رو میگیره، در نتیجه بدن این مردان نمکی کاملا سالم نگه داشته شده، کاملا سالم، جزء فسیل های کامل هستند. در موزه بسیار زیبای زنجان پیشنهاد میکنم عزیزان حتما اگر سفری به زنجان زیبا داشتن برن ببینن. در مرکز شهر زنجان موزه بسیار عالی هست که یکی از پیکرهای تقریبا سالم مردان نمکی در اونجا برای نمایش گذاشته شد. یا فسیل مردمان سنگ شده ای که بر اثر فوران آتش فشان در زیر خاکستر مدفون شدند و بعد از میلیون ها سال به فسیل تبدیل شدند و در این تصویر داریم میبینیم که خیلی هم وحشتناک هست. کوه وزو، شهری به نام شهر پومپی در دامنه این شهر بوده، در دامنه این کوه بوده که حدود 2000 سال پیش فوران میکنه و کل شهر رو مدفون میکنه. یا فسیل هایی که در داخل کهربا
به وجود میاد. سمق گیاهان چسبناکه، جاندار کوچکی، حشره توش اگر گیر بیفته و سمق بپوشونتش، اون فسیل فسیل کامل خواهد بود چون کاملا حفظ میشه. حوزچه های نفتی، غیر طبیعی، مرداب ها، غار ها به خصوص، فوق العاده برای تشکیل فسیل های اینچنینی در خشکی مناسب هستند. نوع دیگر فسیل که در یخ ها تشکیل میشه، یخچال های طبیعی مثل فسیل مرد یخی که در یخچال های برفی آلپ کشف شد، 5000 سال قدمت داشت، یا فسیل ماموت هایی که تا به امروز به تعداد زیادی ازشون در لابلای یخ ها کشف شده. اینها همه جزء فسیل های خشکی هستند، ضمن آنکه جزء فسیل های کامل هستند، فسیل هایی که بدن تقریبا کامل میماند و تجزیه نمیشه. به چنین فسیل هایی میگیم فسیل کامل. دوستان لطفا فیلم ببینیم، فیلم زیبایی. عزیزانم فسیل یکی از بهترین فسیل های یه نوزاد ماموت که کشف شده در بین یخ ها که دانشمندان استخراجش کردن و اینجا الان میتونین ببینین. میدانین ماموت ها از اجداد فیل های امروزی بودند که در واقع بزرگتر از فیل های امروزی و سطح بدنشون از پشم زیادی پوشیده شده بوده و اینجا یه نوزاد ماموت رو میبینین. ببینید پاشو، موهای بدنشو ببینید. توجه کنید جایی که گذاشتنش، نگاه کنید پشت شیشه است، خبرنگارا از بیرون دارن تصویر برداری میکنن. شرایط کاملا مناسب برای حفظش رو فراهم کردن توی این فضا، در معرض بازدید دیگران قرار دادن. فسیل مردمان سنگ شده ی شهر پومپی رو ببینین بچه ها، یه فیلم کوتاه. چند تا عکس از فسیل های معروف رو ببینیم بچه ها. فسیل در واقع اولین پرنده ای که از دایناسورها به وجود آمده، بعضی از خواص خزندگان هم توش هست، آرکوپتریکس. آمونیت یکی از مشهورترین فسیل ها، فسیل برگ، فسیل خرچنگ، فسیل باز هم از همون پرنده ها، دایناسور. عزیزان این فسیل کهرباست، سمق فسیل شده ی گیاهان که همونجور که میبینید یک جاندار کوچک داخل این سمق گیر افتاده، بعدها این سمق در زیر رسوبات قرار میگیره و خودش فسیل میشه، میشه چیزی به نام کهربا. فسیل سرخس،
اینم باز یه آمونیت بریده شده است، برشش زدن، فسیل سنجاقک، فسیل مار، فسیل درخت های سیلیسی شده که جلوتر در موردش صحبت میکنیم، فسیل زنبور، نوعی از در واقع نوعی ماهی به نام ماهی زرهدار، اینم فسیل ماهی دیگری، یکی از معروف ترین فسیل های راهنما یا فسیل شاخص که در موردش صحبت خواهیم کرد، تریلوبیت از خانواده بندپایان و سخت پوستان میلیون ها سال پیش. عزیزان چند تا فسیل جالب دیگر ببینیم. فسیل ماهی رو دارید میبینید، این خیلی جالبه بچه ها، فسیل تخم موجودات کامل مشخصه، نگاه کنید اون قسمت سنگ رسوبیه که زیرش بوده با همون تراشیدنش، ولی این تخم یک موجود زنده است. امروزه فسیل تخمهای دایناسورها بسیار برای دانشمندان ارزشمند است و در مناطقی از کرمان خودمان فسیل های زیادی ازش یافت میشه. فسیل نوعی سوسک، این فسیل بچه ها در غیر طبیعی، یه جور آسفالت طبیعی گیر افتاده. فسیل فوق‌العاده زیبایی از یک سنجاقک در کهربا. فسیل بچه ماموت هست بازم. این فسیل انسان‌های پومپی، نگاه بفرمایید. این فسیل فسیل فوق‌العاده 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 خوبی است. یه فسیل نمکی است، فسیل کامل، برای اینکه بتونید سایزش رو تشخیص بدید یه انگشتر کنارش گذاشتن، میتونید ببینید در واقع جثه خیلی کوچیکی داشته. این فسیل فوق‌العاده ارزشمند که جز فسیل‌های کامل هست بچه‌ها، در غاری در نزدیکی دریاچه نمک قم کشف شده. میدانیم نمک بسیار برای حفظ فسیل‌های کامل مناسب هست. فسیل شناسا و زمین شناسایی که در حال حفاری هستند برای بیرون کشیدن فسیل ها. عاج ماموت رو کامل میتونید ببینید. این هم فسیل همان آرکئوپتریکس که خدمتتون عرض کرده بودم. خب اما دوستان، همونجور که دیدید راه های تشکیل فسیل متفاوت بود و معروفترین و بیشترین فسیل ها عرض کردیم، فسیل هایی هستند که اجزای سختشون در زیر رسوبات قرار میگیره و خود اون جنس تغییر میکنه، بهشون میگیم فسیل های جایگزینی. یعنی قسمتی از در واقع قسمت های مختلف بدن، مولکول های مواد عالی جابجا میشه، مواد معدنی جاشو میگیره. نوع دیگر فسیل ها فسیل های کامل هستند که توضیح دادیم که اگر اجزای بدن کامل بماند، هرچند که در طول میلیون ها سال تغییراتی درشون 100% اتفاق میفته، خشک میشن، فسیل های نمکی همیشه خشک میشن، اما در واقع مواد عالی بدن باقی مانده، به اینا میگن فسیل های کامل که نمونه هاش هم دیدیم. فسیل های دیگر فسیل های قالب داخلی و خارجی هستند که جلوتر صحبت میکنیم. فسیل قالب، قالب داخلی جدا، قالب خارجی جدا. فسیل های آثار و بقایا، نه خود جاندار، آثار جاندار، این هم یک نوع دیگه فسیله.
مثل همون فسیل تخمی که دیدید، فسیل رد پا، فسیل آثار بدن جاندار، فسیل آشیانه جاندار، یعنی لونه ای داشته به کمک رسوبات مثلا سیلاب پوشیده شده و اون رسوبات به سنگ تبدیل شدن و شکل آشیانه آن جاندار رو برای ما امروز نشان میدند. اینها یه تعدادی از انواع فسیل هاست که کتاب شما روش تأکید کرده. نمونه هایی از تصویر کتابتون، انواع فسیل ها، در مورد فسیل های کامل نگه داشته شده در اینجا داریم میبینیم، فسیل های جایگزینی که دو تا تصویر فوق العاده زیبا رو در داخل کتاب داریم میبینیم، تنه های درختی که یکیشون با آهک جایگزین شده، بهشون میگیم فسیل آهکی شده، یکیشون با سیلیس جایگزین شده. ظاهر کاملا همونه، آثار و شکل سطح درخت رو نگاه کنی، ترکایی روی درخت، همه چیش همون شکلی مثل اولش حفظ شده، ولی جنس عوض شده. و همین مطلبی که گفتیم در واقع بچه ها پاسخ فکر کنید است که بعد از این در کتابتون مطرح شده. از نظر شکل ظاهری یکیست ولی ترکیب تغییر کرده. فسیل آثار و بقایا رو داریم میبینیم، فسیل جای پا، فسیل رد حرکت جاندار، و بریم سراغ فسیل قالب، قالب داخلی، قالب خارجی. دوستان شما میدونید که تو دوره ابتدایی داشتید انجام میدادید، اگر فرض کنید مقداری خمیر مجسمه رو داخل یه عروسک فرو کنید، فرض کنید یه عروسکی رو بریدیم، مقداری خمیر مجسمه، یه مقدار گچ، خاک، گل رز، هر چیزی داخلش فرو کنیم، بعد عروسکه رو پاره کنیم، دراریم، دور بندازیم، تزیینات سطح داخلی عروسک روی اون گل ما یا ملات ما قرار میگیره، به این میگیم قالب داخلی. در طبیعت هم این اتفاق میفته. این تصویر رو نگاه کنید، اینو یکی از خانوادهای حلزون ها بعد از اینکه صدف میمیره، موجود داخلش، رسوبات نفوذ میکنه میره داخلش، کم کم سخت میشه و سنگ میشه. حالا بدنه صدفی به مرور زمان از بین میره ولی اون قالب داخلی باقی مانده. اینجا دارید میبینید. حالا اگر رسوبات بیاد روی سطح بیرونی یک موجود رو بپوشونه، خود موجود از بین میره ولی این دفعه آثار و تزیینات سطح بیرونی بدن جاندار روی اون سنگ مونده، مثل همینجا که یک قالب خارجی دارید میبینید. اما بچه ها برمیگردیم به اون بحثی که ابتدای درس شروع کردیم، کاربورد های فسیل ها، که یه دونش اونجا در یه کادر سبز رنگ یا آبی رنگ علامت زدیم. یکی دیگر از کاربورد ها تشبیه کرده فسیل ها رو به جعب سیاه هواپیما. فسیل ها مثل جعب سیاه هواپیما میتونن اطلاعات فوق العاده به ما بدن. اینو که قبلا علامت زدیم. از بین فسیل ها بچه ها نوعی از فسیل ها هستند که ما بهش میگیم فسیل راهنما یا فسیل شاخص. خیلی مهم، همیشه سوال،
عزیزان، ارزش همه فسیل ها برای زمین شناسان یکسان نیست. فسیل هایی که جزء فسیل های راهنما یا شاخص قرار می گیرن اونان که ارزشمندند. کتاب شما در مورد فسیل شاخص خیلی کوچولو صحبت کرده و گفته که این فسیل ها همه جا پیدا می شوند، تشخیص آنها آسان است، نمونه های موجود آن فراوان است. سه ویژگی فسیل شاخص: همه جا پیدا میشن، تشخیصشون آسانه و نمونه های موجودش فراوانه. اینو دقت کنید، وقتی اسم این میاد که آره فسیل شاخص همه جا پیدا میشه، بچه ها میگن خب دیگه تو هر سنگ رسوبی بریم پیداش میکنیم. نه، منظور این در بین سنگ های آن دوران. شما فرض کنید ما میگیم فسیل تریلوبیت یه فسیل شاخص دوران پالئوزویک. یعنی چی؟ یعنی در دوران زمینشناسی پالئوزویک حدود مثلا 500 میلیون سال پیش این موجود در کره زمین ظاهر شده، تریلوبیت، همون سخت پوستا، تکثیر شده، زیاد شده، انواع متنوعش به وجود آمده، بعد از دوران پالئوزویک هم نابود شده. حالا در بین اگر شما رسوبات دوران پالئوزویک رو پیدا کنید، در بین اون رسوبات فسیل تریلوبیت همه جاش پیدا میشه، تا نگاه کنید زود تشخیصش میدید، آسونه تشخیصش، نمونه های زیادی هم میتونید ازش پیدا کنید. این سه تا ویژگی. و البته ویژگی چهارم که کتاب اشاره نکرده تو سخنان من بود، فسیل های شاخص مربوط به دوران خاصی هستند. موجودی که در دورانهای مختلفی میزیسته فسیل شاخص محسوب نمیشه. فسیل شاخص خوبیش همینه که فقط در یه دوران خاصی زندگی میکرده. فرض کنیم مثلا یه فسیلی رو دانشمندان تعیین کردن، معلوم شده که این فسیل از 400 میلیون سال پیش تا 300 میلیون سال پیش زندگی میکرده. قبلش نبوده، بعدش هم دیگه نبوده. از 400 میلیون سال پیش تا 300 میلیون سال پیش زندگی میکرده. حالا بچه ها اگر شما برید در یه رسوباتی جایی این فسیل خاص رو پیدا کنید، بدون اینکه نیاز به آزمایشگاه باشه، بدون اینکه نیاز به هزینه های سنگین باشه، تعیین سن بخوایم بکنیم، بلا فاصله شما میتونید به کمک اون فسیل سن رسوبات رو بگید. بلا فاصله میگه آقا این رسوبات، چون این فسیله توی این لایه این رسوبات بوده، این سنگ های رسوبی اون موقع در زمان از 400 میلیون سال پیش تا 300 میلیون سال پیش این رسوبات به وجود آمدن. یکی از فواید فسیل شاخص یا فسیل راهنما همین. اما بچه ها کاربرد دیگری که باید علامت بزنید برای کاربورت های فسیل ها، یعنی میشه دومیش، کشف سوخت های فسیلی است. شما میدانید نفت و زغال سنگ رو بهشون میگیم فسیل، سوخت فسیلی. چرا؟ چون از بقایای جان دارن به وجود آمد. حالا دانشمندان برای کشف اینکه آیا جایی منابع نفتی یا گازی وجود داره از فسیل استفاده میکنه. اولا مراحل اکتشاف نفت متفاوته. چند مرحله رو معمولا انجام میدن. این قسمت رو، این کادر رو لطف میکنید و علامت میزنید. مراحل اکتشاف نفت. این مراحل اکتشاف نفت. عکسهای ماهواره‌ای میگیرند اول از بالا که سطح زمین رو مشخص کنند. به کمک عکس های هوایی حدس میزنند که کجا ممکنه نفت داشته باشه. در اون قسمت میرن و به کمک امواج لرزه‌ای و روش های دور سنجی آزمایشاتی رو انجام میدن. اگر اونا هم مثبت بود، در این صورت میان چاهای اکتشافی حفر میکنند، از سنگای درون زمین میکشن بیرون. اینجاش به فسیل وابسته است.
سنگ ها رو برش های نازک میزنن و در آزمایشگاه دنبال میکروفوسیل میگردن. میکروفوسیل چیه؟ فسیل های میکروسکوپی که باید با میکروسکوپ ببینیمشون. مگه ممکنه چه این چیزی آقا؟ بله. فسیل های میکروسکوپی بین اون سنگ ها رو میگردن. خب به چه دردی میخوره آقا؟ عزیزان شما میدانید نفت از چی به وجود میاد؟ پلانکتون ها. اگر در داخل اون سنگ هایی که از زیر زمین آوردن تعداد فسیل های پلانکتون ها زیاد باشه، از یه حدی که خودشون میدونن بیشتر باشه، این نشون میده اون سنگ از نظر پلانکتونی غنی بوده، احتمال تشکیل نفت داشته. عزیزان این میکروفوسیل رو ببینید. حالا این مراحلیه که دارن انجام میدن، کاری باهاش نداریم. این تصویر رو ببینیم. این دقیقا تصویر یک میکروفوسیله. اینا ذرات سنگن. گفتیم سنگ رو به صورت خیلی خیلی نازک طوری که نور ازش عبور کنه برش میدن به کمک میکروتوم های خاص و در زیر میکروسکوپ نگاه میکنن. این یه میکروفوسیله، زیر میکروسکوپ میشه دیدش. خب آقا این فسیل چیه؟ این فسیله، دقت بفرمایید این تصویر رو، اینو تو قسمت زیست شناسیتون دارین، جلوتر بهش میرسیم. دو نمونه پلانکت دیاتوم هست. دیاتوم از خانواده پلانکتون هاست، نگاه کنی میکروسکوپی هم هستن. این میکروفوسیله فسیل یکی از اوناست، انواع اونها که همونطور گفتیم اگر درصدش زیاد باشه باز هم احتمال تشکیل نفت رو بیشتر میدانند و شروع میکنن هزینه های بعدی رو انجام میدن برای کشف و استخراجش. دوستان این هم یه دکل حفاری اکتشافی است. این برای خروج همان سنگ هاست. کاربرد دیگر فسیل شماره 3 شو که باید علامت بزنید، که گفتیم توی ورقه‌های کتابتون پخشه. زمینشناسان جابجایی قاره ها رو اثبات کردن. دیدید آقای وگنر چه کرد؟ اینها بازم اون تصویره رو نشون داده، فسیل مزوزروس. کاربرد بعدی در مورد فسیل ها که از فسیل شاخص استفاده میکنن همون بود که خدمت عزیزانم عرض کردم، تعیین سن لایه های رسوبی. مثالش هم زده. کاربرد بعدی فسیل ها، شما اگر گفتیم فسیل شاخصی با سن خاصی در بین رسوبات پیدا کنی، زود میتونی بفهمی اون سنگا محدوده سنیشون چطور. هنگام استفاده از فسیل های شاخص بچه ها چند تا نکته. ببینید ما میدانیم لایه رسوبات، رسوبات میلیون ها سال پیش که الان به سنگ تبدیل شدن، به صورت لایه 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 روی هم تنشین شد. اگر فعالیت های زمینشناسی اتفاق نیفتاده باشه این لایه هم تقریبا افقی هن، همیشه رسوبات همیشه افقی بر روی هم تنشین میشوند. حالا این یه نکته، وقتی لایه ها لایه لایه روی هم تهنشین میشن ما میفهمیم لایه پایینی قدیمی تره. نگاه کنی طبیعیه دیگه، قدیمیه پایینه، بعد یه لایه بعدی، بعد بعدی جدید میشن. اینها نگاه کنی تصویر رو، این نکته مهمی است. همیشه لایه های رسوبی پایین تر پیرترند، قدیمی ترند، از به شرط آنکه چین خوردگی و وارونگی اتفاق نیفتاده باشه، با اونش کاری نداریم. حالا بچه ها شما فرض کنین در داخل اینجا یه فسیل شاخصی پیدا کردین که 100 میلیون سال قدمت داره. شما بلافاصله میگید آقا این رسوبات هم سنشون 100 میلیون ساله دیگه. حالا این زیریه حدود سنش رو میتونید تعیین کنید، میگید آقا این قسمت
قطعاً پیرتر از 100 میلیونه. این لایه بالاییه جوانتر از 100 میلیون ساله. یعنی یه فسیل شاخص که توی یه لایه پیدا بشه، ببین چقدر اطلاعات در مورد سن حداقل 3-4 لایه میتونه در اختیار ما قرار بده. دوستان این فعالیت رو ببینید، فوق‌العاده فعالیت خوبی است، خیلی هم ازش سوال میاد. گفته درش این شکل، در لایه B ما یه فسیل 250 میلیون ساله پیدا کردیم. یه فسیل شاخص 250 میلیون. در لایه دی فسیل های 200 میلیون ساله پیدا کرد. 200 میلیون ساله. حالا دیگه همه اینا رو میتونیم پیش بینی کنیم. بچه ها سن لایه ای قطعاً کمتر از 200ه. چون روی لایه دی قرار گرفته. گفتیم لایه بالایا جوانترن. لایه سی نگاه کنید از 200 میلیون سال پیش پیرتره، بزرگتر از 200 میلیون سال پیش، اما از 250 میلیون سال پیش جوانتره، کمتر از 250 میلیون سال پیش. لایه بی که مشخصه، لایه ای از همه اینایی که داریم اینجا پیرتره. یعنی سنش از 250 میلیون سال بیشتر است. اما بچه ها لایه F خودش گفته رگه آذرین، دقت کنید توی سوالات ممکنه دیگه صحبتی خودش از رگه آذرین نکنه. بچه ها بعضی وقتا که لایه های رسوبی روی هم تهنشین شدند و دیگه شدن سنگ، ماگمای مذاب وقتی میاد سر راهش ذوب میکنه و لایه ها را میبرد. مثل همین لایه F رو نگاه بفرمایید. اینجا کامل مشخصه یه ماگما ماده مذاب از پایین ذوب کرده و رد شده رفته. خب لایه A رو ذوب کرده، یعنی اول A بوده بعد لایه F اومده بریدتش رفته، پس F از A جوانتر است. لایه B رو هم بریده، پس از بی هم جوانتره، یعنی لایه بی هم تشکیل شده بوده بعد اون ماگما اومده ذوب کرده و رفته و بعدا خودش سرد شده و به سنگ آذرین تبدیل شده. لایه سی هم بریده، لایه دی هم بریده، لایه ای هم بریده، پس لایه اف بچه ها از بین کل لایه هایی که اینجا داریم از همه جوانتره. اما نکته دیگر این که بچه ها دانشمندان وقتی بررسی میکنن میبینن که همان پدیده هایی که امروزه جلوی چشم ما داره اتفاق میفته، خب همونا میلیون ها سال پیش هم اتفاق میافتاده دیگه. مثلا ما میبینیم که امروزه در دریاهای گرم و کم عمق مرجان ها زندگی میکنن. خب این موجود مرجان توی این دریا زندگی میکنه، 100 سال پیش هم توی همین نوع دریا زندگی میکرده، 200 میلیون سال پیش هم تو همین دریا زندگی میکرده. مرجان شرایط بدنیش طوری است که در دریاهای گرم و کم عمق زندگی کنه. حالا فرض کنید شما رفتید از یه کوه اطراف شهرتون فسیل مرجان پیدا میکنید، بگید چه میگید با خودتون؟ بله آن منطقه دریایی بوده و آن دریا گرم و کم عمق بوده. دانشمندان به این میگن حال کلید گذشته. این جمله مهمی است. حال کلید گذشته است. اتفاقاتی که الان داره میفته مثل یک کلید به ما کمک میکنه که گذشته رو بازسازی کنیم. بسیاری از فسیل ها هستن بچه ها. از این روش ما آب و هوای گذشته آن منطقه رو باش تأمین میکنیم. اولا این کلید
حال کلیدی برای گذشته است رو علامت بزنن لطفا. حال کلیدی برای گذشته است یعنی چه؟ این بالا معنیشو نوشته. این از این. حالا ادامه اون سوال، کاربردهای فسیلا، یه قسمت دیگش اینجاست با مثالش. از برخی از فسیل ها، این شماره چهارمش پنجمش میشه دیگه، شما از ابتدا که من کادرا رو با سبز یا آبی زده بودم شما شماره گذاری کردین. از برخی فسیل ها برای تعیین نوع آب و هوای گذشته زمین استفاده میشه. مثلا بچه ها، ما میدانیم زغال سنگ از سرخس های قول پیکر میلیون ها سال پیش به وجود آمده. سرخس های قول پیکر هم در مناطق پرباران و گرم به وجود می آمدند. امروز هم سرخس ها مثلا در شمال کشور ما زیادند. در مناطق استوایی خیلی سرخس ها بیشترن، رشد بیشتری دارن. پس اگر جایی معدن زغال سنگ پیدا کنیم مثل بیابان های کرمان، بلافاصله میگید آقا اینجا یه روزی جنگل های پرباران و استوایی بوده، گرم بوده، بارش های سنگین، سیلابی. اینجاست که میگیم از فسیل ها برای تعیین نوع آب و هوای گذشته استفاده میکنیم. حتی خود سنگ ها هم بچه ها میتونه به ما آب و هوای گذشته رو بده. پارسال توی علوم هشتمتون خونده بودید. مثلا سنگ های تبخیری، سنگ نمک و سنگ گچ، پارسال خوندید در مناطق گرم و خشک، جایی که تبخیر شدیده، آب دریا پر نمک بوده به صورت محلول یا گچ زیادی توش بوده، آب به شدت بخار میشده، نمک یا گچ تهنشین میشده، رسوبات روی هم جمع می شده و بعد سنگ می شده، سنگ نمک، سنگ گچ. همونجور که در این فکر کنید برای ما گفته، معادن سنگ نمک و سنگ گچ مربوط به مناطقی هستند که گرم و خشکن با تبخیر زیاد، مثل سمنان و ساوه کشور عزیز خودمون، شهر زیبای سمنان، شهر زیبای ساوه، با مردمانی بسیار بسیار محترم و مهربان. اینجا هم همون مرجان رو که خدمتتون عرض کردم. و آخرین کاربرد خیلی مهم، معمولا این چون آخر صفحه است بچه ها نمیخوننش. عزیزان، دانشمندان با بررسی فسیل های گوناگون و تعیین سن و همه اینا فهمیدن که در ابتدای به وجود آمدن حیات در کره زمین حدود 3 میلیارد سال پیش، میدونیم کره زمین ما حدوداً 4 تا 4 و نیم میلیارد سال سن داره، از حدود 3 تا 3 و نیم میلیارد سال پیش حیات به وجود آمده. حیات اولیه زمین از موجوداتی ساده به وجود آمده، یعنی موجوداتی با ساختمان بدنی خیلی ساده به وجود اومدن، یواش یواش زیاد شدن، تکثیر شدن، پخش شدن، تنوع و پیدا کردن، انواع گوناگون، بعد کم کم تغییر کردن، پیچیده تر شدن، ساختمان پیچیده تر، انواع گوناگون تر، بالاخره تغییرات تا رسیده به امروز و ما انسان ها. پس این آخرین قسمت اینجا آخرین کاربرد فسیل ها، نظم حاکم بر خلقت رو فسیل ها به ما نشون دادن. فسیل ها به ما نشون دادن که ابتدا جانداران ساده و اولیه‌ای به وجود اومدن، یواش 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 هی پیچیده تر شدن تا رسیدن به امروز. خب دوستان، این فصل هم به پایان رسید و انشالله در ویدئوهای بعدی با فصلهای بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
انشالله که همیشه سلامت باشید، وقتتون بخیر.